سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه سیوم ماه سنبله سال 1396 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. خواست شورای عالی صلح از مخالفان مسلح دولت برای پیوستن بر روند صلح. اگر اونا این فکر کنند که ما از طریق جنگ بتونند باز هم به اهدافشان برسند و امارت طالبانی را تشکیل بدن، بسیار بیراه رفتند. تأکید مشاور امنیت ملی پیشین بر روابط نیک افغانستان با کشورهای همسایه به منطقه. دوستی و نزدیکی با ایران و پاکستان به خصوص با تاجیکستان تأکید میکنم دارای اهمیت بالاتر و بالاتر از قدرت های هژمون و سلطه طلب و اشغالگر است. خوشبینی رئیس جمهور غنی از برنامه های اداره ترامپ برای پایان جنگ در افغانستان. پیام من به پاکستان این است که هماهنگی کند و به یک کشور مسئول در منطقه و در پیکار با هراس افغانی مبدل شود. دیدار اعضای شورای عالی صلح از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان در روز جهانی صلح. با هجدار ایران از پیامدهای ناگوار ملغا شدن توافقنامه هسته‌ای این کشور با غرب. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی صلح میگوید که مخالفان مسلح دولت به این فکر نباشند که بار دیگر وزراه جنگ امارت طالبانی را در افغانستان ایجاد خواهند کرد. محمد کریم خلیلی از مخالفان مسلح دولت خواسته که با حکومت افغانستان باید به تفاهم برسند. در همین حال رئیس اجرایی حکومت از کشورهای منطقه میخواهد گروههایی را که در برابر داعش میجنگند تقویت نکنند. آقای عبدالله میافزاید که حکومت صلح با عزت با طالبان میخواهد. انیسا شهید گزارش میدهد. رئیس شورای عالی صلح در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح اوضاعی کنونی را برای تامین صلح در افغانستان مناسب میداند و از مخالفان مسلح دولت میخواهد که به روند صلح بپیوندند. اگر اونا این فکر کنند که ما از طریق جنگ بتوانند باز هم به اهدافشان برسند و امارت طالبانی را تشکیل بدن، بسیار بیراه رفتند. این مقام شورای عالی صلح میگوید که این شورا استاد برهان الدین ربانی و شماره دیگری از کارمندانش را در راه گفتگوهای صلح قربانی داده است و از جامعه جهانی میخواهد که افغانستان را در تامین صلح کمک نماید. دور از تظاهر، من یقین دارم که گامهای خوبی تا این لحظه برداشته شده و از این بعد هم ما این گامها را استوار با اطمینان پیش خواهیم برد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای پایان دادن به جنگ تنها راه های حل سیاسی را کارا می داند. امروز توقع ما از کشورهای همسایه افغانستان هم است که با همی روحیه، با همی درسی که ما گرفتیم، با همی درسی که در سطح دنیا وجود داره، با همی روحیه زمینه را به این مساعد نسازند که کسایی به خاطر دامن زدن جنگ به افغانستان از اونا استفاده کنند. اما مسئول کمیته سیاسی شورای حراست و ثبات شورای عالی صلح را در روند گفتگوهای صلح بی‌طرف نمی‌داند. به تأسف سره وایم چې کوشش شوه پدی کې مګم کاملا چې هر ځای کې د صلح د عالی شورا د مشرانو بیانونه اورم یو څه طرف واقعي. در همین حال گلبدین حکمتیار در مراسمی در هرات میگوید با گروه‌هایی که در کشور جنگ می‌خواهند باید جنگید. جنگ و دفاع فریضه است. جنگ باید تا زمان ادامه کند که جنگ و جنگ طلب اصلی خود را بر زمین بگذارد. شرکت کنندگان مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح در کابل از طالبان میخواهند که دست از کشتن مردم بردارند. اینان بر وحدت ملی تاکید می‌ورزند.
رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی پیشین امریکا را به نقض حاکمیت ارضی افغانستان متهم می‌سازد. آقای اسپنتا می‌گوید که روابط نیک افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه مهمتر از همکاری‌های راهبردی کابل با واشنگتن است، زیرا ایالات متحده حاکمیت ارضی افغانستان را حرمت نمی‌دارد. در همین حال شمار دیگر از اعضای جریان سیاسی محور حکومت را نامشروع می‌گویند و تاکید می‌ورزند که رهبران حکومت از همین اکنون برای مهندسی انتخابات پیشرو میکوشند. مسعود انصار گزارش میدهد. فعالان جامعه مدنی، سیاستگران و شماری از استادان دانشگاه اینجا در نشست محور مردم افغانستان گرد آمدند. بسیاری از سخنرانان در این نشست سیاسی حکومت را در سیاست‌های داخلی و خارجیش ناکام میگویند. دوستی و نزدیکی با ایران و پاکستان، به خصوص با تاجیکستان تاکید میکنم، دارای اهمیت بالاتر و والاتر از قدرت های هژمون و سلطه طلب و اشغالگر، از قدرت هایی که مجموعی خاورمیانه و دولت های مشروع را با خون و آتش روبرو کردند، ولو که نام آنها ایالات متحده امریکا باشد. در تاریخ سیاسی افغانستان شاید کمتر ما بیان داشته باشیم تا به این حد شکاف بین اقوام موجود در افغانستان عمیق شده باشد. آنچه که تلاش ها برای مهندسی کردن انتخابات آینده از سوی برخی از القهای حکومتی گفته می شود نیز در اینجا یاد می شود. وقتی که پیش زمینه های مهندسی کردن یک انتخابات آماده شده باشد، به تایید صحبت های دوستان، پس پاسخ همی است که مردم باید به صحنه حضور پیدا بکنند. رازه دو پایز روشن فکران و توبه و باسو ماضی سر خود پامانی و کو او وایو چه بدم کلی کمام کلی بد میکلی و کتام کلی بد دیکلی. اما پاسخ حکومت به این همه انتقادها چنین است؟ مر خپل سیاست بهرانه سیاست پا پینزو علقو که تعریف کردی چه تر طول و شه بیلگه لگوندیان و دستیم لحوادون و سره د نړیلي هوادونو سره بیل پاکستان ډیر شي اړیکې. محور مردم افغانستان راه حل بحران‌های کنونی کشور را حضور گسترده مردم در کارزارهای سیاسی کشور می‌داند. رئیس جمهور غنی میگوید که برنامه جنگ ترامپ در افغانستان بهتر از برنامه اوباما است. محمد اشرف غنی میافزاید که راهبرد اداره ترامپ درباره افغانستان شانس بیشتر پیروز شدن را در جنگ این کشور دارد، زیرا از یک سو نیروهای افغان نیرومندتر هستند و از سوی هم ترامپ یک رویکرد منطقه‌ای دارد و با پاکستان نیز به گونه جدی برخورد میکند. در همین حال نخست وزیر پاکستان وجود پناهگاه‌های امن شبکه حقانی و طالبان را در این کشور رد میکند و نیز میگوید که پاکستان با هر گونه نقش سیاسی و نظامی هند در افغانستان مخالف است. صمیم فرامرز در این باره گزارش آماده ساختم. رئیس جمهور غنی پس از سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینجا در نهاد انجمن آسیا در نیویورک سخن می‌زند. با باور محمد اشرف غنی راهبرد کنونی آمریکا در افغانستان از راهبرد دوره اوباما تفاوت دارد و از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از بحر روابط تیرش با آمریکا نیز انتقاد میکند. رئیس جمهور اوباما در افغانستان هم دست نداشت، اما با رئیس جمهور ترامپ نه تنها یک فرد بل یک گروه همکار است. غنی به پاکستان نیز هشدار میدهد. پیام من به پاکستان این است که هماهنگی کند و به یک کشور مسئول در منطقه و در پیکار با هراس افغانی مبدل شود. اگر پاکستان این فرصت را نپذیرد، من فکر می‌کنم که بهای بزرگی خواهد پرداخت. اسوی هم نخست وزیر پاکستان نمی‌پذیرد که گروه حقانی و طالبان در خاک این کشور پناهگاه دارند و نیز با هر گونه نقش سیاسی و نظامی هند در افغانستان مخالفت نشان می‌دهد. اگر آنان می خواهند به افغانستان کمک اقتصادی کنند، این حقشان است، اما ما هر گونه نقش سیاسی و نظامی هند را در افغانستان نمی پذیریم. اشرف غنی به این باور است که ترامپ در برابر پاکستان از حکومت‌های پیشین آمریکا جدی‌تر است، اما دیده شود که راهبرد تازه آمریکا به نابودی پناهگاه‌های امن شبکه حقانی و طالبان در این کشور خواهد انجامید یا نه.
سه عضو کمیسیون مستقل انتخابات مخالف ارزیابی سندهای آن شرکت اماراتی هستند که در روند آفرگشایی پیمان خریداری ابزارهای برقی و فنی برای نهاد شرکت کرده. این اعضای کمیسیون انتخابات میخواهند که پیمان با این شرکت میگویند که پیمان با این شرکت مخالف قانون است و این پیمان دوباره به داوطلبی باید گذاشته شود. اما چهار عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس این نهاد خواهان ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی هستند. کریم امینی گزارش می‌دهد. از اختلاف‌های درونی تا تصمیم‌گیری‌های پنهانی، معاذ الله دولتی از کسانی است که با ارزیابی سندهای یک شرکت اماراتی یگانه داوطلب شرکت کننده در روند آفرگشایی پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون مستقل انتخابات مخالف است. وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات و ملیحه حسن، عضو دیگر این نهاد، نیز در صف مخالفان استادند. برداشت این هست که ما چون با یک آفر سر و کار داریم، بعد بستر و محلی برای ارزیابی وجود نداره، دیگه ما برای مرحله بعدی که عبارت از ارزیابی باشه نیاز نیست که بریم. بنان روش دیگر زودتر انتخاب بکنیم و مردم در انتظار هستند. پس پیش از این رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که هیئت ارزیابی سندهای این شرکت اماراتی تعیین شده است و سرنوشت پیمان خریداری ابزارهای فنی و برقی برای کمیسیون انتخابات در هفته آینده روشن خواهد شد. اما آقای دولتی میگوید که به علت دودستگی میان اعضای کمیسیون هیئت ارزیابی تا کنون تعیین نشده است که بازم اختلاف وجود داره. نشان میده که از بیرون یک نوع مال نفوذ بالای کمیسیون قرار میگیرد. هفته پیش روی کمیسیون مستقل انتخابات ولسی جرگه فرا خواندن تا پرسش هایی که در نزد نمایندگان مردم هست کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات پرسش بکنند. بر بنیاد قانون و کارشیوه های انتخابات اگر اعضای کمیسیون انتخابات با اختلاف های روبرو شوند رای گیری به میان می آید و موضوع به سود اکثریت فیصله می شود. اعضای شورای عالی صلح ورزش را بهترین وسیله برای همگرایی و نزدیکی مردمان کشور می گویند. همزمان با روز جهانی صلح، شمار از اعضای شورای عالی صلح امروز از لیگ برتر فوتبال کشور دیدار نمودند و رقابت سیمرغ البرز و طوفان هریرود را تماشا کردند. آنان می گویند که ورزشکاران می توانند پیام صلح را به گونه درست به جهانیان برسانند. گلاب‌الدین غبار گزارش می دهد. روز صلح و همگرایی در میدان سبز افغانستان. در اینجا از مقام‌های سیاسی، فرهنگی تا نمایندگان مردم افغانستان در نخستین روز هفته جهانی صلح زیر یک چتر به تماشای فوتبال آمدند. ورزش واقعا توانسته که یک رول محوری را ادا بکند در راستای انسجام ملی و وفاق ملی. تماشاچیان در کنار هم از لحظات خوش زندگی لذت میبرند. همیشه میخوایم به خاطر ما و کسایی که در اینجا میخوایم خوشی کنن، من میخوایم شرکت کنم همراهشان. ورزش از مهمترین گزینه ها برای ایجاد وحدت و همدلی و تحقق صلح در کشور دانسته می شود. امروز روز جهانی صلح هست. با یک فضای کاملا صمیمانه برادرانه آمدیم و تشویق میکنیم عدو تیم مال افغان هاست از خود ماست. در 15 سال پس ورزش در افغانستان نقش مهم میره برای اتحاد و همگرایی میان شهروندان داشته است و اکنون هم شهروندان به آرزوی این که روزگار در افغانستان صلح برپا شود و مردمان این سرزمین دیگر گواه خشونت ها نباشند. گلاب‌الدین غبار، تلو نیوز. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها.
اتحادیه اروپا میگوید که تمامی طرفهای توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب از عملی شدن این توافقنامه خوشنود هستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که نگرانی‌های ایالات متحده درباره رفتار ایران باید بیرون از چارچوب این توافقنامه پاسخ داده شوند. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده میگوید توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب از راهگذر سیاسی مشکل دارد. در همین حال ایران میگوید نخستین کشور نخواهد بود که این توافقنامه را نقض میکند. نشست کمیسیون توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب با حضور مقام‌های کشورهای عضو آن برگزار شد. فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از این نشست میگوید که توافقنامه هسته‌ای ایران با غرب باید حفظ شود. در اوضاع کنونی جهان که گواه چندین جنگ و بحران هستیم و نیز یک تهدید هسته‌ای در بخش دیگری از جهان سر بلند کرده است. جامعه جهانی نمیتواند هزینه ملغا شدن توافقنامه ای را بپردازد که کارآمد و نتیجه بخش بوده است. اما ظاهرا ایالات متحده در این نشست برای نگرانی هایش پاسخ نیافته است. از راهگذر فنی گزارش‌های آژانس جهانی نیروی هسته‌ای نشان می‌دهند که ایران به این توافقنامه عمل کرده است، اما نگرانی ما از جنبه‌های سیاسی این توافقنامه است. این در حالی است که ایران از پیامدهای نقض این توافقنامه به ایالات متحده هشدار می‌دهد. اگر دولت آمریکا از این توافق خارج شه، بی تردید توسط ملت آمریکا محکوم میشه قبل از هر کس، توسط اتحادیه اروپا، توسط کل کشورهای جهان محکوم خواهد شد. این در حال است که وزیر خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهور این کشور درباره این توافقنامه تصمیم های گرفته است، اما اکنون آن را اعلام نمی کند. با این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق در نیویورک در برابر حکومت ایران دست به اعتراض زدند. یک سناتور پیشین آمریکایی که در این اعتراض حضور داشت میگوید که سیاست اصلی واشنگتن در برابر تهران باید تغییر حکومت در ایران باشد. تلاش‌ها برای نجات دادن چندین تنی که در زیر آوارهای یک مکتب در مکسیکو سیتی گیر ماندند ادامه دارند. این مکتب یکی از ده‌ها ساختمان است که در زمین لرزه روز چهارشنبه در مکسیکو فرو ریختند. مددرسانان یک دختر را که در زیر یک میز پناه گرفته یافتند، اما تاکنون نتوانستند او را نجات دهند. وزیر خارجه کره شمالی سخنان دونالد ترامپ را درباره این کشور مانند صدای سگ میگوید. پیش از این رئیس جمهور آمریکا کره شمالی را به نابودی کامل تهدید کرده است. به دنبال خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این هم چند خبر اقتصادی. تا 3 روز دیگر برق وارداتی از ترکمنستان به شهر غزنی و ولسوالی سیدآباد ولایت بردک خواهد رسید. شرکت برشنا میگوید که در حال حاضر مشترکان این شرکت در شهر غزنی در برابر هر کیلووات برق حرارتی 40 افغانی میپردازند، اما با بهره برداری از برق وارداتی این هزینه تا 3 افغانی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که به علت نبود شبکه های توزیعی برق شمار بزرگ باشندگان شهر غزنی از برق وارداتی بهره‌مند نخواهند شد. حیدر شاه امید گزارش می‌دهد. تمدید 2 کیلومتر سیم برق و پیوند یافتن آن با شبکه برق شهر غزنی با علت آنچه که شرکت برشنا و نمایندگان مردم مخالفت‌های شمار از افراد می‌گویند 8 ماه زمان برد. شرکت برشنا میگوید که اکنون دیگر مشکل وجود ندارد و با آغاز روند توزیع برق به شهر غزنی تا 3 روز دیگر شهر کابل نیز 20 مگاوات برق بیشتر خواهد داشت. با پادرمیانی مردم خود افغانستان برشنا شرکت محسن صفیدانی مشکل تا اندازه حل ساختیم که لاین وصل شد. حدود 3 روز میشه که لاین وصل شده، مگر انشالله تا آخر این هفته یا تا 2-3 روز دیگر برق غزنی را کاملا با برق وارداتی وصل میشه و با تعرفه کابل. البته
از سوی دیگر شمار از اعضای مجلس نمایندگان شرکت برشنا را از بهر آنچه که نداشتن برنامه برای توسعه شبکه برق غزنی میگویند انتقاد میکنند. از روندی که فعلا وجود داره برداشت ما یک هیچ پلانی برای ولسوالی ها وجود نداره. سطح شهر هم یک مرکز تمام سطح شهر در نظر نگرفته. بعضی ساحات مثلا بخش نوابات غزنی یک جمعیت کلان شهر غزنی در بر میگیره، اصلا شامل پلان نیه. بهره‌مند شدن شهر غزنی و ولسوالی سیدآباد ولایت وردک از برق ترکمنستان بخش از برنامه راهبردی 5 ساله شرکت برشنا است که در چارچوب آن 1000 مگاوات برق از ترکمنستان وارد میشود و 13 ولایت کشور از آن بهره خواهند برد. شرکت برشنا میگوید که با عملی شدن این راهبرد تا کمتر از 2 سال دیگر مشکل کمبود برق پایتخت نیز حل میشود. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 81 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. در این دیدار که از گروه دوم برگزار شد، تیم فوتبال سیمرغ البرز در دقیقه ششم بازی به گل رسید و این قیس ریمی بود که روی پرتاب یک اوت با ضربه سر قفل دروازه طوفانی ها را باز کرد. اما این برتری تنها 13 دقیقه دوام داشت و غلامرضا یعقوبی روی یک ارسال کارنر با ضربه سر توانست برای طوفانی ها گلزنی کند و بازی را 1-1 مساوی ساخت. در ادامه توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و نیمه نخست را هر دو تیم با برابری 1-1 و رخت کن رفتند. در نیمه دوم هر دو تیم برای زدن گل برتری تلاش زیادی کردند اما نتیجه نداشت و این بازی با برابری 1-1 به پایان رسید. امسال تیم سیمرغ البرز کاملا یک تیم متحول شده و جوان می باشد و امید قهرمانی امسال ما با خود داریم. بعد از اون بازی اولی که کردیم و باخته که دادیم دو هفته وقت داشتیم و خیلی هم خوب تمرین کردیم و برای تقریبا میشه گفت 90-95 درصد آمدیم. در ادامه این رقابت ها و فردا از گروه نخست شاهین آسمایی در برابر موجای آمو به میدان می رود و این بازی به گونه زنده از تلویزیون های طلوع و لمر پخش خواهد شد. برای دسترسی به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان با 458 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.